چقدر شما قشنگی، خیلی قشنگی، منم خیلی قشنگم. سلام آقا، حالت چطوره؟ شما خوبی؟ سلامتی. قربون تو. چاکرم. خیلی خوش اومدی. مخلصم آقا، دم شما گرم. چاکرم. خب از کلاسای چیز چه خبر؟ کلاسای آموزشی فلسفه؟ حالا شما برنامه رو اجرا کن، هستیم در خدمتتون، صحبت میکنیم، وقت زیاد. در نیار کفشاتو. چرا؟ خوب نیست. حالا مثلا بازیش میکنیم دیگه، یه پار در میارم دوباره پام میکنم. نه میگم آخه اینجا همه کفش باشونه رسمی نشستن، الان اینجا فضا رسمیه. من رسمی میشینم. در حینی که فضا صمیمیه، اگر... فضا رسمیه. داداش گلم هنوز رسمی و صمیمیش معلوم نشده که، بذار بشینم قشنگ سفرهمو پهن کنم. صمیمی هم باشه خیلی این اتفاق اتفاق باشه. داداش گلم اگه فهم میکنه تریپی بلانشم برم بیرون. نه تریپی نیست. نه بی‌طرف میام. بفرمایید. اگه حال نمیکنه برم بیرون. نه نه من شما رو دوست دارم. طرف نکن. من بهش خودت دارم میام ها. لب و دهن نباشه. من چون میدونی که پای حرفم هستم. عشق منی. ببخشید اسم عطرت هم بعدم بنویس من برم برای خواهر زادم میخوام عشق این عطراست. باشه چشم. چون عطر بد نمیزنم دیگه، سوسول بازیه خوشم نمیاد. عطر استفاده فقط حمام. نه خب خوبه که آدم بوی خوب بده، تمیز باشه. نه لبادن از بوی عرق و اینا که بهتره که. بوی عرق نمیدم داداش، حمام میجاشم. بله بله هوا گرمه، آدم ممکنه عرق بکنه طبیعی. روزی ده بار میرم حموم. خب به نظرم شما داری آب هدر میدی. میتونم هدر دارم میدم. خب شادی برنامه رو پیشنهاد میدم ببینید قبول میکنین یا نه. شادی برنامه رو تقدیم بکنیم به همه پدر مادرهایی که شبا برای بچه هاشون قصه میخونن تا اونا خوابشون ببرن. موافقین؟ این کار خیلی کار قشنگی، هم بچه ها کیف میکنن، تخیلشون به شدت را میفته و فعال میشه، هم رابطه سرگرم. پدر مادر با بچه ها به شکل درجه یکی اتفاق میفته، همین که بچه ها متوجه میشن کتاب خوندن خیلی کار لذت بخشیه، این خیلی خوبه. همون ادامه بدیم. اصلا من پیشنهادم واقعا اینه که هر چند وقتی بار برای هم قصه بخونیم، یعنی لازم نیست یکی بچه باشه یکی پدر مادر. خوابمون میگیره آخه. نه دیگه بزرگ بزرگتر باشی باشه میگن قصه بخون خوابش بگیره دیگه، الکی نمیگن که طبق یک منطق و چارچوب. کمربنده رو ببندیم، دست چپ بالا، آماده محکم میبندیم، یک دو سه. آفرین آفرین. قلشت قرچ. قلش یا قلشت؟ قرچ قرچ. اصلا یکی گفت قلش، یکی گفت پلش. کنترل کنید بس، هر کی چیز گفت. شما بگو یه بار قرچ. شما بگید قرچ. همه دارن میگن قرچ دیگه. قرچ قرچ. آیه شاسنی. ای بابا با شما کاری ندارم. نه حال نمی کنم. سلام. سلام. سلام کیا جان، خوبی؟ خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خندمونی بذاریم یه ذره دیرتر. آنتن آنتن نیست؟ نه شما دو چه سوء تفاهم شدیم. نه بابا چه سوء تفاهم. بریم مسابقه پیامکی. مسابقه پیامکی. دن 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 دن. دن 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 بدر جان آقا بیرکو مردم عزیز آبیزه راحت بشن. شما داره میگه خوب. هی بابا دارن درست میگن. من توجیه میکنم بذار بکنم. دارن درست کارشون انجام میدن. دلن دون که دیگه دن دلن دلن دون یه چیز دیگه زد. شما خواهید یه بار بگو دن دلن دن دن. مسابقه پیامکی دن دلن دن دن. بابود بابا بلدیم ما، ولی دن دلن دلن یه چیز دیگه هست. بذار همه کارشون رو بکنن دیگه. بکن. برنامه خود کیفیتش میده. سوال اینه. مصرف آب کشاورزی در ایران چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی آب در همین بخش است؟ 1.22%، 2.12%. یعنی ما در مصرف آبمون در کشاورزی در ایران چقدر بیشتر از حد متوسطش در جهانه؟ 22% بیشتر یا 12% بیشتر؟ 22%. که اگر
جوابی که به نظرتون درسته رو میخواییم بفرستیم به 3500 ارسال میکنید با عددش، یعنی اگه فکر میکنید 22% 1، اگه فکر میکنید 12% عدد 2 ارسال بکنید و هر شب یک نفر یک کارت هدیه 500,000 تومانی میگیره. 22% معلومه دیگه. یک کتاب میخوام براتون یه تیکش رو بخونم، اسمش هست روزیتا خاتون، که نوشته آقای سید مهدی شجاعی، طنزهای آقای سید مهدی شجاعی. ایشون یکی از چهره‌های ماندگار در ادبیات ایران هستن و بسیار نویسنده خوب و دوست داشتنی هستن. یه تیکش رو براتون میخونم که براتون جالب باشه تهیه کنید. خب بذار اینجا بشنم براتون بخونم. یه ذره قصه بخونم براتون. خب چرا زن نمیتواند رئیس جمهور شود؟ مسئله فقط این نیست که رئیس جمهور باید زن باشد. این که نصف نماینده های مجلس یا تمام آنها هم زن باشند باز مسئله حل نمی شود. گیرم که تمام وزرای کابینه هم زن بشوند یا رگه هایی از زنانگی در آنها هویدا بشود، این هم به مسکن موقت می ماند، درمان محسوب نمی شود. هنوز آن جاهایی که باید خنک شود نمی شود. فرض کنیم یک مرد هم در میان تمام قضات دادگاه ها باقی نماند، هم از مردانگی عدول کنند یا جای خود را به زنها بسپارند. این خوب است، بخش از موفقیت است، ولی همه مطلب نیست. اشتباه می کنند زنهایی که به همین چند قدم کوچک راضی می شوند و کار را تمام شده می پندارند. اگر ما در این زمینه با غرب مساوی شویم که باخته ایم، باید جلو بزنیم، باید رویشان را کم کنیم، باید چشمشان را در بیاوریم، باید به جایی برسیم که ما برای آنها گالیندوپول و سپول و چارپول و بلکه بیشتر بفرستیم و از اینکه در کشورشان کار رفتگری را تماما به زنان نسپرده ایم ایراد بگیریم و سر و صدا راه بیاندازیم. نسپرده اند زنان ما در این زمینه باید از شهرداری یاد بگیرند، ببینند چگونه شهرداری در بخش فلکه و فواره و آگهی روی غرب را کم کرده است و آنها را سر جای خود ننشانده است. مرحبا، دست مریزاد. اگر غرب در میادین اصلی شهرهای بزرگ حوض و فواره و چراغ دارد، ما حتی در میادین دهکوره هایمان هم رقص آب و نور داریم. حالا حمام و مدرسه و مسجد نداریم، نداشته باشیم. حساب توسعه را که بخوان برسند روی تعداد فواره حساب می کنند، وام بر اساس تعداد لامپ های رنگی داخل حوض می دهند. شده با آفتابه هم آب فواره ها را تقویت کنیم، باید بکنیم، شوخی نیست. مسئله آبرو حیثیت پیش در همسایه هاست، همسایه هایی که تمدن و تجدد از همه جاشان نشت می کند. قصه های کوتاهی داره که به نظرم خیلی لذت بخش. یه بار دیگه میگم، روزیتا خاتون، نوشته آقای سید مهدی شجاعی. صحبت شهرداری شد، یک شوخی با شهرداری بود. ما شبی که بچه های سندروم داون اینجا بودن و من رو به دوربین رو به آقای دکتر قالیباف خطاب کردم که دیوار 47 رو لطفاً در اختیار بچه های سندروم داون بذارید، از آقای قالیباف تشکر میکنم به خاطر اینکه خیلی سریع این جلسه گذاشته شد و در تهران در تمام مناطق در هر منطقه یک دیوار برای بچه های سندروم داون اختصاص داده شد. خیلی ممنونم آقای قالیباف. بازم موضوعاتمون رو مطرح میکنم خدمتون، شما انجام بدید. خیلی متشکرم. این بده بستون خوبی. من از اینجا از خندوانه از شما خواهش میکنم، شما از اونجا قرار لطف میکنید در اختیار موضوعاتی که ما نیاز داریم قرار میدید. این همکاری بسیار لذت بخشه. 25 ثانیه همونو نخندیدیم. دیرتر بخندیم یا الان بخندیم؟ باشه الان میخندیم. نفس حالی کنید. دومی، سومی، نگر داریم، نگر داریم سومی رو. یک، دو، الان. ادامه ده. نفس. حالا
هفته پیش شنبه یکی از قسمت‌های خندمانی که داشت پخش می‌شد اینجا یه تجربه باحالی با هم کردیم. من از دوستایی که اینجا بودن ازشون خواستم که ده نفر بلند شن، همینجوری تصادفی اتفاقی انتخاب کردیم، تشریف بردن بیرون، گفتگوی ما رو نمی‌شیدن، هر کدوم دو دقیقه نشستیم اینجا با هم حرف زدیم. من یه سوالی می‌پرسیدم، اینکه چه جوری می‌تونی بقیه رو خوشحال کنی، اینکه چه جوری بلدی دل بقیه رو شاد کنی. بعد یکی از سوالا این بود که اگه 5 میلیون تومان داشته باشی چیکار می‌کردی. یکی از بچه‌ها که اسمش بود دانیال اسماعیلی زاده گفتش که میدادم به یکی. بعدم اگه 10 تومن بود چیکار می‌کردی؟ گفت فلان. یه گزارشی تهیه کردیم که 48 ساعت هم وقت داشت 10 نفر رو پیدا بکنه که این 10 نفر براشون خوشایند باشه، خیلی یا تأثیر بذاره توی بخشی از زندگیشون اون هدیه. اون پوله تقسیم شد بین اون چند نفر. گزارشم اینه که شما میبینین دانیال میزبان اون 10 نفره و بعد از یه معاشرت دوستانه و خوردن چای و شیرینی و فلان و فلان اون هدیه ها رو تقدیمشون میکنه. دمش هم گرم، خیلی هم باحال شد. ولی ما همونجا این حرف رو زدیم که شاد کردن دل همدیگه فقط پول نمیخواد، روی خوش میخواد، لبخند میخواد، توجه میخواد، مهر میخواد، عشق میخواد. با این چیزا خیلی میشه خوشحال کرد. یه بخششون پول هست. بریم بیاییم. یک دو سه. بزن شارشی، بخند شادشی. دانیال سلیمان زاده خوبی؟ قربان شما، مرسی. خوشحالی دیگه حسابی؟ بله حسابی، چون داری خیلی رو خوشحال میکنی. بله، توی استودیو بودیم، آقای جوان اومدن 10 نفر انتخاب کنن بابت اون طرز فکری که توی ذهنشون بود، میخواستن گفتگو کنن. آره، مثلا گفتگو با کنن، هرچند 2 دقیقه بیشتر وقت نداره. خب زد و ما بلند شدیم اون وسط، گفته شما بلند شو، با کلی استرس و ذوق و شوق و این داستانا. خب گفتن تشریف برید بیرون. رفتیم بیرون، نفر اول اومد، دوم، سوم، چهارم، پنجمیش فکر میکنم من بودم. ما که اومدیم کمپانی استرس، مگه میشه کاری کرد؟ خب نشستم جلوی جوان، گفت 5 میلیون بهت بدم چیکار میکنی؟ ما برگشتیم گفتیم که میدیمش به یه نفر. بعد برگشت دوباره فکر کرد، گفتش که 10 تا بدم چی؟ گفتیم که 10 تا رو به 10 نفر میدم، 5 تا رو به 1 نفر میدم. یهو یه پاکت آورد جلوی من، آوردیم باز کردیم، یهو شوکه شدم، 10 میلیون تومان، یه چک 10 میلیون تومانی. پشیمونی الان؟ نه. چرا؟ نه، با این پوله یه کاری میشد که؟ نه نمیشد که. خوشحالی من اینه که بقیه شاد بشن. خوبه؟ بالاخره کار میاد، پول میاد. خوبه؟ شما رفتی خونه، پدرت نگفت که آخه بچه پولو برداشتی؟ یا مادرت نگفت که این چه کاری بود کردی؟ نه اتفاقا خیلی خوشحال شدم. بابام به بلندی میخندید فقط. اه میگفت تو
تو این کارو کردی مثلا فلان. آها مامان چیکم که؟ مامان که اصلا دیگه وقتی پخش شد یه ذره تعریف کن واکنش های فامیل و دوستا و آشنا. تا اونجایی که من شنیدم یه سری ها دست دادن، یه سری ها گریه کردن، یه سری هم شوکه شدن. گفتن دانیال و فلانه. از دانیال بعید بود این کارا، بعید بود این حرف رو بزنه، ولی کن چرا اصلا اینقدر خوب اجرا کرد. بالای 150 نفر من آدم دیدم. آها. توی همین دو سه روزه. خب یعنی واقعا چون های جوان چلا های ست وقت دادن سفت و محکم چسبیدم. آها. ولی کن بین اینا همه من این 10 نفر انتخاب کردم چون واقعا این زندگی ها خیلی سخته. آره. البته هم تو میدونی هم ما میدونیم که خب این هدیه اصلا در واقع چیز عجیب و غریبی نیست، ولی حالا خدا رو شکر همین کوچولو میرسه دست میشه کمک خیلی. آره دست اونایی که واقعا دمت گرم واقعا. آره باعث این خیر شدی تو. پروین به شما دستتون درم بیش میکنم. بفهمید دستتون درد نکنم، فقط آرزوی خوشبختی و موفقیت بفهمید. بفهمید ممنون، انشالله که سلامت باشید. خیلی ممنون. بفهمید خیلی ممنون بفهمید. بفهمید ممنون تشکر خیلی دارم و اینم تقدیم به شما. خیلی ممنون. چه جای خوبی رو انتخاب کردیم برای این مهمونی؟ اون فضا؟ آره عشان مهمونی گرفتی؟ پیشنهاد پدرم. پیشنهاد پدرت بود. آفرین. و اینکه آخرین باری که از ته دل خندیدی کی بود؟ ته دل شاد شدی؟ دیشب. چرا؟ وقتی که داشتم خودم رو میدیدم. آن تو برنامه که میدیدی؟ اصلا یه چیز واقعا عجیبی بود. گفتی عجب. خودم تازگی داشته به احساس بقیه. گفتی عجب کاری کردی دانیال. اصلا از تو بعید بود. ترکوندم. دمت گرم. همیشه این خنده رو داشته باشی و ممنون شب. که این خنده رو به چند نفر دیگه هم دادی. خواهش می‌کنم. قربان تو. ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. در کنار خودم یک دوستی رو دارم به اسم امیرعلی ملکوتی که ایشون نوه یک بازیگر درجه یک و بزرگ و فقید ایران هستن که فیلم ها و تئاتر ها و سریال های موندگاری رو در مملکتمون بازی کردن که من همیشه افتخار میکنم از اینکه در دوره زندگی کردم که ایشون هم بازی میکردن. و اجازه بدید بگم که ایشون نوه آقای هادی اسلامی هستن. خیلی خوشحالم. آقای هادی اسلامی از بازیگرای بسیار بزرگ و درجه که ایران بودن و هستن و یادشون گرامی باد، یاد همه اونهایی که رفتن ولی یادگارهای خوب به جا گذاشتن. امیرعلی هم مادرش آرزو اسلامی، دختر آقای اسلامی، دوست و همکار قدیمی منه و افتخار آشناییشون رو سالیان سالی که دارم. خب تو اینجا چی شده؟ خدا رو شکر همه جد به نظرم سالمه، فقط لیزینگ مونده. کردم دیگه همه چی؟ لیزینگ کردم همشون. لیزینگ؟ کل سرم لیزین کردم، همه ایناش رفت دیگه، بغلاش و اینا همه رو درست کردم. اینجا چه شد؟ این قضیه داره دیگه، من دوستم چیز جراحی بینی و اینا داره،
یعنی کار عمل زیبایی انجام میده. خب من رفتم پیشش گفتم بابا من شی رفیق ما دستم سر صورت ما هم بکش. خب زاد احساس میکنم یعنی بزرگه، یعنی نه بزرگم گفتم زاد عروسکی کنم خوشگل بشه اینا. خب به کاراکترم بفرمایید. باشه دوباره میام ولی نه بیرون روی پیدا کردم گشت کنم. آی شاه حسینی، شاه حسینی نه یار واسه من دیگه، واسه نیما باید بیاری. بفرمایید اون چیه؟ آنتن رو میخواد، تلفن وایرلس قابل نداره. هنوز تماس برقراره؟ نه کلاس یه کلاس دیگه یه راه انداخته. چه کلاسی؟ کلاس مشاوره به روانشناسی و از این داستان هم. شما که آخه فلسفه درس میدید، این چه ربطی داره؟ دوتاش به حرف دیگه، اونم حرف میزنه، اونم توش حرف میزنه. این پول نداره، این ماشاءالله توش خوب پول داره. مشکلی که نداری. مشاوره پرت و پلا به مردم ندین یه وقت. نه بابا چه پرت و پلا، چه شدی؟ انقدر کتاب خوندیم بالاخره میدونیم چی و بعد کجا خرج کنیم. میخوام دعوت بکنم از یکی از کمدین های خنده با... موسیقی کمدین. سلام. سلام. من از اون مسابقه حذف شدم، دارم خودم به مسابقه بعدی میرسونم. چیزه من دارم این کتاب رو میخونم برای که تو مسابقه بعدی باشم، چون از بین من حذف شدم، از بین ما تئاتریان فقط سجاد افشاریان تو اون مسابقه مونده. بعد دارم مثلا خیلی کتاب میخونم، خیلی دارم کتاب میخونم برای اینکه بتونم به مسابقه بعدی حداقل برسم. دقت کردید ما انواع و اقسام روش‌های مطالعه رو داریم وقتی میخوایم کتاب بخونیم. مثلا تو خونه اگه بیز مطالعه نداشته باشیم، یا نشسته میخونیم یا خوابیده میخونیم. وقتی نشسته میخونیم، خود نشسته انواع اصلا مختلف داره. مثلا بعضی هستن وقتی دارن کتاب میخونن انگار دل درد دارن، این شکلی هم. بعضی ها خیلی دل درد دارن، بعضی برای که دل دردشون ساکت بشه متکا میذارن. بعضی وقتی کتاب میخونن انگار یه عزیزی رو از دست دادن. دقت کردی؟ حالا اگه کتاب رمان گریه دار باشه که دیگه آخرش. بعضی اصلا با کتاب مادروار برخورد میکنن، دیدی؟ بعضی اصلا حسابی به کتاب تسلط دارن. عده زیادی تسلط دارن. بعد اگه توی این مابین چشمش ضعیف باشه کتاب رو به خودش نزدیک نمی کنه، خودش رو به کتاب نزدیک می کنه. عده هم اصلا موقعی که مطالعه می کنن خودآزاری دارن. اصلا کتاب اینجا اینجوریه، یا یه سری از دوستان اصلا خودشون رو برای کتاب خوشگل میکنن، داره کتاب میخونه. یا بعضی از وقتی کتاب میخونن لیف میکشن، دیدی؟ مدل مرغی کتاب میخونم رامبول. مرغا رو دیدی آب میخورم بعد سرشون میارم بالا آب بره پایین؟ من خودم اینجوری کتاب میخونم. حالا در کنار این مدل نشسته یه مدل هم داریم، مدل خوابیده. تو مدل خوابیده یه مدل هست بهش میگم مدل آنتنی، اینجوریه.
شما دراز میکشی پا رو از پشت مثل آنتن میاری بالا، بعد شروع میکنی مطالعه، هر جا مطلب سنگین بود آنتن خودش تکون میخوره. یا بعضی تسلطشون خیلی زیاده، از بغل وارد کتاب میشن. بعد از یه مدتی که دیگه به اوج تسلط رسیدن، همصد کتاب میخونن. یه سری هم هستن کتابو تاغباز میخونن، اینجوری هن انگار دارن بلوتوث میکنن. هر وقت هم خسته شدن به عنوان چشمند ازش استفاده میکنن. یه سری هم کتابو غافلگیر میکنن. دیدید؟ اینجوری خوابیده؟ این کتاب. من خودم نمیدونم چرا اینجوری هم وقتی کتاب میخونم خوابم میگیره. جوجه رو دیدید مثلا میخری تو سایه داره میدوه میدوه تا میذاری تو آفتاب خوابش میگیره؟ من حالم خیلی خوبه تا کتابو میگیرم تو دستم. جالب اینجاست وقتی از خواب میپرم احساس میکنم 7-8 صفحه خوندم، نمیچونو میگردم دنبالش. حالا غیر از اینا یه سری آدم داریم که وقتی مطالعه میکنن راه میرن. حالا اگه بیرون باشن یه مسیری رو میرن تا برسن بخورن به دیوار. بعضی هم مثلا دور برگردون استفاده میکنن، دور میزنن دوباره همون مسیر رو میرن و بعد میرسن دوباره دور میزنن. بعضی هم که کلن تو میدونن، عاشق میدونن. بعضی هم مثلا نمیتونن بین دوتا خط رانندگی کنن راه برن، اینجوری هم. اصولا با اینجور آدم ها میخواید راه بری تو خیابون، حواستو باشه بغل جوب نباشی، چون قطعه به یقین درست راه نمیری. داستان برای تعریف میکردم. یا بعضی هستن وقتی حرکت چیز میکنن کتاب میخونن، مدل کاراگاهی کتاب میخونن. دیدی؟ اینجوری هم. یا یه سری آدم ها هستن که با یه آدم فرضی حرف میزنن. فکر کنم خیلی همون اینجوری هستیم. خب پس چی شد؟ پس مهدی لبخند زنان به سالن فوتبال رفت و اونجا یه نفر رو دید. کیو دید؟ حمید دوستش رو دید. بعضی وقتا با اون آدم فرضی بحث میکنن. نه دیگه؟ نه بابا، مهدی رفت تو زمین فوتبال دیگه. بعضی وقتا قربون صدقش هم میرن. خب پس چی شد قربونت برم؟ وقتی سیاوش بلند شد و شروع به درجا دویدن کرد چی شد؟ آفرین فدات شم. شروع کرد به نرمش کردن و تماشاچی ها شروع کردن به اونو تشویق کردن. بعضی تا قسم هم میدن. حالا اونها تو رو خدا دیگه گوش کن دیگه، تو رو خدا همراه من شو. اونا چی؟ چون رامبوت گفته حسابی با وواو میاد. خب آره آره تو رو خدا خواهش کن. ببین اما در فرق راه میرن حرف میزنن با یه آدم فرضی. یا بعضی هستن که پشت میز درس میخونن یا مطالعه میکنن. یه سری رو بهشون میگیم مدل سیلندری، یعنی این پا مثل پیستون حرکت میکنه، درس هم میخونن اینجوری هم. بعد برای اینکه این به اتاق منتقل نشه این لرزش، گاهی اوقات دستشونو میزنن به سرشون، سرشونو میگیرن کتاب میخونن اینجوری. بعضی احساس میکنن میزشون فرار میکنه، بنابراین سعی میکنن میزو بگیرن، اینجوری درس میکنن یا مطالعه میکنن. بعد وقتی میخوان برقم بزنن اینجوری هم. این نره، این نره. بعضی هستن که خیلی جالبه، برای کتاب موسیقی میزنن کتاب شاد شه وقتی میخونن. پس چی شد؟ سیاوش با راهنمایی رحمان شکوفه ها به طرف پذیرایی رفت.
بعد برای خودشون دیدید مثلا خواننده ها میخونن برای خودشون یه قسمتی رو تکرار میکنن، بعد یه قسمت نگر میدارن تکرار میکنن، مثلا میگن که سیاوش با راهنمایی نریمان بعد به پذیرایی رفت، چند مرد و زن سیاوش با راهنمایی فلان فلان در نه پس سیاوش لبخند زنان آن شو سیاوش با راهنمایی ندارن. و حالا خیلی هستن که انواع اصلا مطالعه ها خیلی زیاده، همین چند تاشو برای امروز انتخاب کردم و خیلی مهمه که مطالعه رو تو هیچ وقت از زندگیمون از دست ندیم، چون میگه درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. اگر تونستم یه ذره دیگه بخندونم تو لطفا برام دست بزنی برم. امیر کربلایی زاده در گروه اول با علی مسعودی یا همون علی مشهدی خودمون رقابت کرد و علی مشهدی با رأی بیشتر به مرحله بعد رفت، ولی امیر کربلایی زاده از خندوانه و شوخیهاش و بخش استنداپ کمدی دست نمیکشه و بیرون نمیره. ممنونم ازت. من ازتون ممنونم. از روز اولی که به برنامه خندوانه دعوت شدم تا به امروز کاملا تحقیقانه، تحقیق کنندگانه یا تحقیق شده سعی کردم که استنداپ کمدی رو با حمایت رامبد جوان عزیز روی صحنه بیارم و خوشحالم که تمام تلاشم رو دارم میکنم که شما رو با استنداپ کمدی بیشتر آشنا کنم. مرسی از همه مردم ایران، چه اونایی که رأی دادن چه اونایی که رأی ندادن، از حمایتشون دوستتون دارم. برو برید. بریم برای سرودمون. همه با هم بشوریم. یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. شلولی تو بکار نمیدونی بکنی چی کار، بخندی نه از فند کار، اینا همه از خنده دار، اینجا هست خنده پانه، شیرین مثل هنده پانه، گرم مثل آش خند و پانه، بگو بگو خنده پانه، بخند خنده پانه، بخند خنده پانه، بخند خنده پانه، بخند خنده داره، بخند خنده پانه، بخند خنده پانه. هر روز خنده میخواد این کال بود، با انرژی مثبت را بود، دیگه نداری ما کم بود، به خنجل خودتو نگیر، به خنده دار و گیر، مثل ویروس میشه تکثیر، بلند به خن خودتو نگیر، خنده پانه، ماشاءالله به شما، ماشاءالله. پس برو بریم بیایم. یک دو سه بریم. هیجان رقابت 16 نفر 16 نفر 16 نفر 16 نفر کمدین در مسابقه خنداننده برتر خندوانه، حرفه‌ای های خنداننده های حرفه‌ای.
خنده داره. نفست رفت، یه خلق آب بخور. باید هیجان ایجاد کنم. باشه. اعطای نشان طلای من یک کمدینم در خندوانه. بهترین کمدین رو کی انتخاب میکنه؟ مردم، مردم. حرفه‌های خنداندن دور هم جمع شدن تا خنده رو لب شما بیارن. ما خنداننده حرفه‌ای هستیم در شبکه نسیم. شبکه چی؟ شبکه نسیم. می خندوانه تو شبکه نسیم پخش میشه. پس فکر تو کجا پخش؟ آخه. خندوانه میگن تا نری سربازی مرد نمیشی. بعضی هستن سر به زنگاه زندگیشونو بلدن. این خیلی مهمه ها. با رضا داشتیم حرفشو میزدیم و داشتیم میگفتیم که این سر به زنگاه برای همه آدم ها هست، ولی آدم اگه بلد باشه بفهمه اون کجاست و در این حال درست تشخیص بده و درست تصمیم بگیره، برده پشون زده رفته. اما دریغ از اون وقتایی که آدم یا حواسش نیست که سر به زنگاهه یا درست تصمیم نمیگیره. این اتفاق برای هممون افتاده، چه موفقش چه ناموفقش. بعضیا خیلی خوب زمان رو تشخیص میدن، به موقع قرار میگیرن، به موقع توی دروازهشون وامیستن و از دروازه زندگیشون درجه یک دفاع میکنن. کردین کارو؟ هیچ وقت؟ امیدوارم هر موقع برات اتفاق افتاد حواست جمع بشه. اینجور آدم ها سربازی نرفته هم مرد میشن. میخوام دعوت بکنم یزدان به نظرم پاشو مهمون بعد از اینکه رفتیم اونجا بعد تو بشینج. میخوام دعوت بکنم از مهمان این بار خندوانه که بسیار رفیق دوست داشتنی، قد بلند، حواس جمع، درجه یک و دروازه‌بانیه. جناب آقای وحید بفرمین. به
به نام خدا، عرض سلام ادب دارم خدمت شما. مخلصم. فکر کنم رسم تو این برنامه اینجا سوا بعد عرض ادب کنید. سلام. سلام. خوبین؟ عالی. چطورین؟ عالی. خدا کاملا مسلط به وزم. باید خندمانه رو نگاه میکنی؟ زیاد. راست میگی؟ بله. با شرطات برقرار کردی؟ خیلی یاد میگیرم ازش. چیا بگو؟ همین اخیرا دیدم که آقای امیرحسین صدیق خب بحث همین خون دادن و اینا بود. آره. که من خودم هم تصمیم گرفتم این کار رو بکنم. راست میگی؟ دمت گرم. ولی هنوز وقت نگرم چون یه اردوی یه هفته‌ای داشتیم. آره. ولی خب خیلی خیلی از این نکته‌هایی که تو همه چی هست و تو هر کدوم تو رشته‌های خودشون این بحث مصرف و درست مصرف کردن و من خودم بله. عضو کمپین قطع قطعه شما شدم. دمت گرم. همسرم هم همینطور. دمت گرم. هم جفتتون گرم. بله خواهش میکنم. و راجع به این زمینه والا اگر چیز بود من یه نکته‌ای هم می‌خواستم بگم چون همه راجع به مصرف کننده ها صحبت میکنن. خب. من میخوام یه خواهش کنم از تولید کننده ها یا وارد کننده ها. حالا بیشتر تولید دوست داریم که تولید داخلی باشه بیشتر تولید کننده ها. آره. بابا بعضی از این شیرالات اصلا نمیشه اینجوری باش صرف جویی کرد. چرا؟ بابا این تیار باید این سرد و گرم بشه سخته مثلا تنظیم کنید تا این تنظیم بشه خب کلی آب هدر میده. یا اینکه به هر حال این تنظیم نمیشه کم و زیادش کنید. من فکر میکنم اگه اینا هوشمند بشه یا همون چشمی باشه مخصوصا تو اماکن عمومی هم بهداشتش بهتر میشه هم که آره هم که تو مصرف خیلی میتونه ما میخوایم اونا نمیخوام فکر کنم آره پس تولید کننده های داخلی عزیز لطفاً به این نکته خیلی توجه کنیم که مایی که داریم تلاش میکنیم که آب هدر ندیم شما هم لطفاً محصولاتتون به قول وحید عزیز شیرالات رو جوری تنظیم بکنین و تولید بکنین که این هوشمندی توش وجود داشته باشه که آب از دست نره یا به قولش چشمی داشته باشه هوشمند باشه که اصلا دست تماس نداشته باشه به قول شما مرسی وحید جان دوستامون رو بهمون معرفی کن و بگو ماجرا چیه عرضم حضور شما که این دوستان هر کدوم استعداده خاصی دارن الانم به نمایندگی از تیم پرشین اومدن خب اینا سفرهای در واقع اینجوری بگیم که بچه های کارن اینا با استعدادشون میخوان بچه های کار رو معرفی کنن به مردم افتاری. و بازی های لیگ هم دارن لیگ فوتبال دارن و عرضم حضور شما به زودی هم شروع میشه خب یکی از دوستان که من بیشترم باهاش آشنام امیرحسین خان عرضم حضور شما که نمایشنامه خانی داره امیرحسین دستتو آره حد زدم از خندت فهمیدم تو و شاهنامه رو عالی اجرا میکنه باریکلا بله دمت حالا اگر وقت باشه که میشه الان بشنویم چرا نمیشه میشه امیرحسین میشه لطفا میکروفون بیاری این آقای شاوسینی لطفاً ای بابا حسودی چو؟ آره حسودی شد نه شاوسینی اومد بود آها شاوسینی مشکل دیم سلام 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 بازی کنم حالا؟ لطفاً میتونی بیا اینجا کجا راه؟ اینجا باستم اسمت هم بگو اسمت هم اسم خاملت هم بگو لطفاً به نام خدا و من امیرحسین باقری هستم شکرین تشکیب شدید برو بریم چشو روز رستم بپوشید گبر نگهبان تن کرد بر گبر ببر کمندی به فتراک زین بر ببست بران باره پیل پیکر نشست بفرمود تا شد زوار برش فراوان سخن ران از لشکرش بدو گفت رو لشکر آرای باش بر کوهه ریگ بر پای باش بیامد زوار سپه گرد کرد به میدان کار و به دشت نبرد تمتن همی رفت نیزه به دست چو بیرون شد از جایگاه نشست بیامد چنان تا لب هیرمند همه دل پر از باد و لب پر ز پند سپه با برادر همان جا بماند سوی لشکر شاه ایران بماند گذشت لب رود و بالا گرفت همی ماند از
کار گیتی شگفت خروشید که فرخ اسفندیار هم آوردت آمد برا رای کار چو بشید اسفندیار این سخن از آن شیر برخاش جوی کن امیر حسین یونسی تشویقش کنید. رحمان حسینی. رحمان حسینی. جناب خود محمد عرفان سلیمانی است. چی؟ محمد عرفان سلیمانی. محمد عرفان سلیمانی. سهند هادی. سهند هادی؟ بابا. همایون تاجیک. همایون تاجیک علی. امیر حسین کابوسی. امیر حسین کابوسی. من محمد رضا شجری. معرفی کنیم. ممنون از اینکه دوستای جدید برای ما آوردی باشون آشنا شدیم. بله. ما معرفی کنیم خودمونو. دل مگه. چرا این میکروفونی به چه همه خودشون معرفی کنیم؟ نه. چه کاری؟ بیشتر من حالا بقیه رو. وحید. جان ببخشید تا به این موضوع ربط داره من یاد تشکر کنم از گروه دانشجوهایی که این بچه‌ها رو بچه‌های کار رو مدیریت میکنن و ساماندهی میکنن خیلی وقت میذارن زحمت میکشن واقعا اینجا جا داره ازشون تشکر کنم این قسمتی که ما بیشتر باشون ارتباط داریم امام علیه به نام جمعیت حمایت امام علی و خیلی هم بچه‌های فعالی هستن بسیار ما اون رو هم تشکر میکنیم چی شد که یهو تصمیم گرفتی فوتبالیست شی؟ چند ساله بودی؟ من یه خانواده ورزشی به دنیا اومدم. پدرم به هر حال خودش فوتبال بازی می‌کرد. بعدش هم که عزیزم دوستان فوتبالی بسیاری داشت. خب من ناخواسته، خواسته یا ناخواسته وارد این مسئله شدم. به هر حال همش از وقتی که چشم باز کردم تو این استودیوما و به هر حال زمچمن و تمرین و اینا همینجوری به هر حال علاقه‌مند بودم و با توجه به اینکه خب دوستان پدرم همه اکثرا بازیکن‌های ملی رفتمان خانوادگی هم داشتیم اونا الگوی مناسبی بودن برای من و این منو تشویق کرد. کیا مثلا؟ خیلی ها از آقای بهداشت فریبا گرفته، آقای درخشان گرفته، آقای پروین، آقای حاجیلو حالا هم پرسپولیس هم استقلالی. از اول دلت می‌خواست دروازه‌بان بشی؟ بله. از اول دلم می‌خواست دروازه‌بان بشی. بله. چرا چطور؟ خیلی پست سخت. خیلی پست سختیه. فوروارد هم. همه چی رو با هم داشته باشی دیگه به هر حال از همه جای بدن از بدن داری استفاده میکنی حتی میگم اگر واقعا کوچکترین صدمه‌ای به بدنت وارد بشه خدای نکرده نمیتونی این پست آره و اینکه گل بخوری چه حالیه چقدر حال بدیه گل خوردن خیلی حس بدیه ولی عوضش از طرفی شما توی ورزش گروهی داری کار تک میکنی این خیلی مثلا ورزش کشتی مثلا یه نفر رزمی ها همه یه نفرن این تک نفری ولی توی کار تیمی شما دروازه‌بان تنها پستیه که خب کار اختصاصی خودشو داره اصلا لباسش با بقیه فرق میکنه متفاوت تره خب این جذابه واسه خیلی جذابه و خب منم اون موقع سنم طوری بود که به هر حال دروازه‌بان خوبی داشتیم الگوهای خوبی بودن و علاقه زیادی داشتم به این پست این که تو راه پدر آدم باشه چه حالیه من فکر میکنم که این لطف خداست که باعث شده که من این اتفاق واسم بیفته شاید گوشه ای از زحمات اون جبران شده باشه همین من فکر میکنم دلت میخواد الان چی بهش بگی مستقیم عرضم حضور شما که هیچی همیشه دوستش دارم و امیدوارم که همیشه سایش بالا سر ما باشه و هر چی هم خودم میخواد بهش بده واقعا امروز هم اتفاقا بهش زنگ زدم قبل از اینکه بیام اینجا ولی متاسفانه نتونستم باهاش صحبت کنم جواب تلفن من نمیده ولی همین چیز خاصی نیست همسر راجع به این مسئله که اینجا شما میگین خیلی جالبه ماها بعضی موقع رو دروسی میکنیم ابراز احساسات کنیم نسبت به هم دیگه حتی عزیزترین کسامون و این حیفه من خودم اینو تازه رو خودم کار کردم که درستش کنم این خیلی قبلا رو دروسی داشتی خیلی
من اصلا یه جور قبلا نوجوانان جوانان که بازی میکردم اصلا انقدر مربی اون رو دوست داشتم و ولی انقدر چیز بودم منزوی انقدر چجوری بگم مثلا دوستان ابراز احساساتم نمیتونستم بیان کنم حتی یه جوری مسئله هم عوض میکنم سلام علیک هم نکنم رو در رو سلام آره این اصلا قشنگ نباشه الان چجوری؟ الان دارم رو خودم کار میکنم خیلی بهتر شده آره و اینا اصلا یه همچین جمله هایی نمیتونه نه بابا آره دقیقا پس میشه همسرت نویسنده است بله خدا رو شکر میکنم چون یه کاری بود که خیلی بهش علاقه داشت چه خوب تو کاری یکی الان دوست آره و تو من فکر میکنم که خیلی هم داره به من کار منم خیلی چیز دارم یاد میگیرم ازش چطور؟ به هر حال این طرحایی که دارن موضوعی که واسهشون چیز میاد باید بنویسن اینا خب منم تو تحقیقاتشون شرکت میکنم خب بالاخره خیلی آموزنده است جذابه واقعا جذابه. ایده ای هم به ذهن آدم میرسه میگه من آدم هرچی جلوتر میره خوشمزه تر با مزه تر هم میشه دیگه چون اینا یه مقدار هم کار طنز میکنن اینا شیرینه چه باحال الان به ایشون دوست داری چی بگی مستقیم بعدم نگو من بهش میگم بگو بهت میگم بله واقعا هر چی بگم کم گفتم چون تو سخت‌ترین روزهای زندگیم کنارم بوده پشتم بوده بودی و هستی امیدوارم که همیشه همینجوری قوی در آینده‌ام باشی و در کنار هم امیدوارم کارهای بزرگ بکنیم تا بتونیم این همه مردم به ملت سرن شرمندگیشون در بیاریم جا نداری بشینی نه؟ بیا همینجا بشین بیا همینجا بشین آره بشین همینجا اینجا آره آخه خسته شده آره میدونم وحید طالبلو باید لطف بکنی چند ثانیه لبخند بزنی؟ یک ساعت یک ساعت لبخند بزنی 10 ثانیه لبخند به تماشاچی در منزل بزنی و خندوانه ها بهت امتیاز بدن آماده؟ براش بشماریم 1، 2، 3 بریم دفتر و دستک و میز و صندلی و اینا به این لباس و اینا نمیخور ببخشید من اونجوری میگم شغل من فروشنده لوازم ورزشی هستم کارمون ورزشی هستش آره بله برای همین انقدر ماشالله خوش رنگ و راحت نظر لطف شماست آره اصولا چون کارمون بیشتر با ورزشکارا هست و کسایی که میانن ما خرید میکنن معمولا بالاخره یه پیش زمینه در مورد ورزش دارن یه سابقه ورزشی دارن معمولا روحیه‌شون یه مقدار شاد هست به هر حال تاثیر میذاره به ما هم یه مقدار تاثیر فروشنده بد اخلاقی هستی یا خوش اخلاقی هستی والا اینو بعد از کسایی که مشتری ها باید بپرسی ولی ما الان را بیافیم تو خیابون هم مشتری ها بپرسی ببینید همین الان که شما اینجا تشریف دارین من همین الان که جلو دوربین همینجوری با شما هستم مطمئن باشید با مشتریم هم همینجوری هستم یعنی هیچ وقت با مشتریم عبوس باشم همونجور که خودم دوست دارم یه مغازهی برم اون مغازه دار یا اون فروشنده بخنده شاد باشه و از همه مهمتر جنس خوبو به من معرفی کنه جنسی که به دردم بخوره به من معرفی کنه من بعضی موقع مشتری هست یه چیزی میخواد که به کارش نمیاد من فروشندم باید بفروشم ولی بهش نمیفروشم میگم این الان به
درد شما این نمیخوره. الحق که فروشنده ای و کارم فروشنده بلدی ده. که چه نه کنی نه. که ماجرا سعی کردیم واقعیت رو به دوستان بگیم. بعد این یه شغل ورزش دیگه، ورزش کمک میکنه به نشاط. حالا خیلی تعریف از خود نشه این که میفرمایید. البته نه، همه به این میگن، خودم نمیگم. اکثر دوستان به این میگن همه میگن چقدر خوش اخلاقی و چقدر با خنده خنده جنسات رو میفروشی. نظر لطفشونه. آره. به هر حال خیلی خوب آدم با خنده جنسش رو بفروشه تا اینکه با مثلا با اخم و تخم و اینا بخواد جنسش رو بفروشه. خوب حداقل بخنده آدم با خنده جنسش رو بفروشه. چرا وقت میخواد بفروشه چه فرق میکنه دیگه؟ پول دیگه، چه اخ کنی چه بخنده. نه ببینید، ما محیط کارمونه، میخواییم از کارمون لذت ببریم. ورده شما میتونیم بیاریم تو خونه انجام بدیم، همه خانواده با هم دیگه. حالا شاید تو باشگاه ما نتونیم مثلا با بچه‌هامون بدیم ورزش بکنیم. مدیر فروش زاده شدی اصلا؟ نه 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 نه، این چیز حقیقته. چون مثلا من مثلا با بچه‌هامون نمیتونم همگی با هم دیگه به اتفاق خانواده بریم یه باشگاه، بریم بیرون دوچرخه سواری، بریم باشگاه. میتونیم همه با هم دوچرخه سواری. بله، حالا میتونیم تردمیل بریم، الکتریکال بریم، دوچرخه رو بریم، رکوردگیری میکنیم، یه میخندیم داره هم حالا یه رقابتی بین همدیگه میشه تو وزن کم کردن سایز که بعد تفریحات سالم که ما قانع شدیم. خیلی قانع شده شما. الحمدلله همیشه این لبخنده رو داریم. سعی میکنم، یعنی خوش اخلاق و خوش بخت. سعی میکنم که همیشه اینجوری. بله، مثلا یه مشتری نمیده بده که آقا یعنی چه چرا میخندی مثلا؟ چرا؟ چرا؟ بهم گفتم خریدم نکرده رفته. گفته چی؟ گفته یعنی چه چرا میخندی؟ بله بله، خیلی اتفاق افتاد. بله. خیلی خودش اخمو بود ها؟ دوست نداشتش من بخندم. آره. سنگین باش. نگفته سنگین باش، ولی از حرکتش متوجه شدم خوشش نیومده و رفته بیرون. نخریده. شاید خیلی شوخی کردی باش. شاید. شاید. رسیدیم به اصلش. سرگرمی و نشاط. یه ذره در رسای فوتبال لاستی بگویید. آقای فروشنده. آره، همین بس که شما عرض کنم که یه بهترین وسایلی که خانواده میتونن دور هم دیگه جمع شن. خب. یه تفریح سالم داشته باشن و بچه‌ها از تبلت، از گوشی، از اینترنت، از تمام این چیزایی که شبکه‌های مجازی بیان بیرون. چیه؟ فوتبال لاستی. یکی از بهترین چیزا هست. بهترینشه. مشتری خوش اخلاق و مشتری بد اخلاق برای شما فرق میکنه؟ خیلی. در چی فرق میکنه؟ تو بخره بره دیگه. تو همه چی. من دوستم اونی که میخره خوشحال باشه بخره تا اینکه عبوس باشه. آره، ولی اصلش فرق نمیکنه، پول دیگه میده. برای من فرق میکنه. شاید برای بعضیا فرق نده، ولی برای من خیلی فرق میکنه. من بعضی موقع شده که کسی بوده اخمو بوده، پولم میخواسته و ازش قبول نکردم، جنسم بهش نفروختم. اون برام شرطه. خندان بودن خیلی شرطه تو فروشنده. خیلی لطف کردی و سلامت باشی. فروشی و اینا خیلی عالی بود و خوشحال. خیلی متشکرم، شما هم زحمت کشیدید. خیلی ممنونم. برنامه شاد و بسیار سرگرم کننده خندوانه. خیلی ممنون، متشکرم، مرسی. ولی این لباس به این میز نمیاد. حالا از ما گفتیم چشم، سعی میکنیم که میزمون رو عوض بکنیم یا لباس رو عوض اسپورت‌تر بشه یا لباسمون رو عوض کنیم به میزمون بیاد. دو تا کار میتونیم انجام بدیم. بلدی جوک تعریف کنی؟ سخت داره. ولی بلدم. الان یه دونه واسه همون تعریف میکنی؟ حضور ذهن ندارم چیزی، ولی خیلی سخت. چی؟ نه. میتونی خاطر خنده‌دار برامون تعریف کنی؟ میتونی الان بلندشی برامون استنداپ کنی؟ آقا چه کار؟ هر چی میتونی تعریف کنی؟ ببینم چی کار میکنی؟ آقا کاره سخت. سخت کنی. خانم آقایون، وحید طالبلو و موسیقی کومیلا.
برای کمکم کن. عرضم حالا یه خاطره بگم که حالا شاید هم با حرکاتم بتونم اون صحنه رو تداعی کنم. من یه عادتی دارم، حالا بد یا خوبش نمیدونم، بعضی از بچه‌هایی که خیلی دوستشون دارم و خیلی باهاشون نزدیکم و تو اردوی از بین میترسونم. ببین، یعنی اگر انقدر در این قضیه موفق باشی، من خودم مسئولیت مربیگریت به عهده میگیرم و تو رو وارد لیگ کمدین های خندبانه میکنیم در فصل بعدی. یعنی اینقدر بی استعداد؟ یعنی نه اصلا ببین، یعنی اینقدر استعداد از خود نشون بدی، من خودم میشم مربی. ببین، تو فکر کن در فصل بعدی وحید به عنوان فوتبالیست بره توی تیم کمدین، اصلا شاهکاره. برو بریم. حالا اسم نمیبرم اون بازیکنو. ما با هم هم‌اتاق بودیم، یکی از این تیم ملی هم بود، خارج از ایران هم بازی داشتیم و این دوستمون نمیدونست که منم کارت گرفتم، چون یه کارت بیشتر نمیدادم برای باز کردن در اتاق. این نمیدونست که منم یه کارت خودم سوار رفته بودم گرفته بودم، چون یه ذره دیر میومد و میرفت و اینا. من دوست دارم بلافاصله بعد از مثلا هر چیزی بیام تو اتاقم و استراحت. بعد زودتر اومدم اتاقو دیدم پشت در داره میاد و حواسم هم بود که چیزه داشت واسه خودش میخوند، زمزمه میکرد و اینا. میومده اومد پشت در اتاق و در رو باز که همین حین خوندن اینا در رو بس، من پشتش و پشت در واسه دادم این در رو بس پشت یوی یه پخ چیز کردم. چجوری بگو چجوری گفتی؟ گفتم پخ. یه دفعه برگش اینجوری کش بدم، انگار که مثلا کارات رز میکنم بخواهده مثلا چند نفر رو. حالا خیلی هم لازم فیزیکی چیستم، گفتم بابا چی کار رو. پس شیطون هم هستی؟ نرسی که به خاطر بی استعدادیم دست دادیم. نه اختیار داری، پس شیطون هم هستی؟ شیطون که بچه بودم بیشتر، الان نه زیاد. بچه که چه شیطونی که دارم اون رو تعریف کن؟ بچگی که خیلی شیطونی کردیم، هر موقع میرفتیم از خونه بیرون یه جا اون میشه سرمون یه چیزیش میشد میومدیم خونه دیگه. البته که یه دفعه باید درسامو میخوندم، اجازه نداشتم از خونه بیام بیرون. این بدآموزی داره گوشم درساتونو. بعد بچه هم تو کوچه داشتن فوتبال بازی میکردن، اصلا دلم تو کوچه بود، اصلا حواسم اونجا بود، نمیتونستم درس بخونم. خلاصه یواشکی برنامه چیز کردیم و اومدم بیرون و نتونستم کفش فوتبالی ما با خودم ببرم، مجبور شدم با دمپایی بیام بازی کنم. اولش اومدم و بچه ها گفتن که بیا بازی کن، گفتم نه چیز میفهمم، گرم من بود هوا، گفتم حالا عرق میکنم میرم خونه، مثلا بابا اینا میفهمن و اینا. بعد دیگه یه چیز شدم، یه وسوسه شدم، یه اصرار کردن و یه وسوسه شدم. خلاصه رفتیم شروع کردیم بازی کردن. آقا از شانس بعد ما اومدیم شوت بزنیم، دمپایی پون داره رفت تو شیشه همسایه، رفت تو خونه، بیرون هم نرفتاد که بردارم. آقا ما از ترسمون فرار کردیم و بعدا دیگه همه چی لو رفت دیگه، اومدیم خونه. آره بعد همسایه اومد گفتش که چیزه، اومدم بگم من نبودم، من دمپایی دستش، یه لنگش پای من، یه لنگ آلت جرم دستش بوده. چیکار کنیم؟ بیاریم مربیگریش قبول کنم؟ مربیگری هم قبول میکنم. اگه روزی پسرت بخواد فوتبالیست بشه میذاری؟ حق انتخاب داره، چرا نذارم؟ تشویقش میکنی؟ خیلی باید خودشو قوی کنه. سوق میدی به این سمت که فوتبالیست بشه؟ اگر دوست داشته باشه آره، ولی خیلی باید خودشو قوی کنه از همه لحاظ. بهش سخت میگیری؟ بیشتر روحی روانی. سخت نمیگیرم، کسی که علاقه داشته باشه خودش به خودش سخت میگیره. این جمله درستی. این یه چیزیه که شما یه هدف داشته باشی. چه جمله درست؟ هدف هم دوست داشته باشی، خود به خود سعی میکنه که خب آدمایی که حالا من رشته خودم میگم، واقعا شما نگاه نکنید که فقط مثلا در هفته میریم 90 دقیقه جلوی تلویزیون بازیم، خیلی چیزا رو باید رعایت کنیم، خیلی چیزا. از من خودم به واقع بگم خیلی کم جوونی کردم. خیلی الان داری قصهشو میخوری؟ قصهشو نمیخورم، ولی شاید بعضی موقعا میتونستم راحت تر باش کنار بیام. میشه یعنی برای نسل بعدی که میخواد الان بیاد آره. مسیر تو رو بیاد میتونه راحت تر بگیری؟ یعنی چی؟ من رامبو جان ببخشید انقدر صمیمی خودمونی میگم، ولی واقعیتش اینه که
من احساس میکنم خب اول از این مسئله مالی واسه همه وجود، جذابیت مالی واسه همه وجود داره. خب همه هم از اول پدر مادر پولدار و اینا نبودن، کسی تو همین خانواده ای که خیلی مرفهن و خیلی وضع مالیشون خوبه قطعا یه نفر اولی بوده که این قرعه بهش خورده که این اتفاق بیفته. حالا هر استعدادی داشته، اتفاقی تو زندگی تونسته ازش خوب استفاده کنه. من همیشه مثال واسه این جوونا سر به زنگا، بله من واسه مثال واسه این جوونا میذارم، میگم فکر کنید که جوونای تیممون، میگم فکر کنید که توی جزیره گیر افتادین، یه جرقه است، با اون جرقه باید آتیش درست کنین، با اون آتیش هم باید گرم بشین، هم باید خورد و خوراکتون رو بپزین، همه کارو با اون آتیش باید بکنین. پس منتظر اون جرقه باشین که جرقه زده شد شما بتونید بهترین استفاده رو ازش بکنید. حالا تا جرقه بعدی اون زمانش معلوم نیست، شاید یه بار دیگه یه اتفاق دیگه بیفته. من همون بازی سپاهانی که عرض کردم خدمتتون، خب اگر اون بازی خوب بازی نمی‌کردم، یعنی قبلش هی می‌رفتم تو فاز منفی که آقا خب من چرا بازی نمی‌کنم، خوب تمرین نمی‌کردم، با تفکرات خودم بازی می‌کردم منفی، خب وقتی به نوبت به من می‌رسید خب علاوه بدنی آماده نبودم، علاوه فکری آماده نبودم، پس نمی‌تونستم از اون فرصت استفاده کنم. وحید حالت بد میشه چیکار می‌کنی که حالت خوب شه؟ تنهایی رو خیلی دوست دارم. حالا بد میشه دوست دارم تنها باشم. خانم هم میدونه زیاد سر به سرم نمیذاره، میذاره که تنها باشم تا خودم رو پیدا کنم دوباره. بارکلا. وقتی اون حالش بد میشه چیکار میکنی تو؟ بلد نبودم اولو، الان یاد گرفتم. بالاخره یه سر قربون صدقه شینی بذاره. بالاخره چیزه. چیکار می‌کنی؟ آره. اول بلد نبودی قربون صدقه بری؟ نه با من اول خیلی خوش بودم، خیلی. اصلا خیلی متفاوته. یعنی مثلا میگم بعد میگم اصلا تو چیکار می‌کردی؟ همینجوری نگاه می‌کردی؟ آره اصلا خیلی خوب. چی شد عزیزم؟ مثلا همین فقط در حد اینکه مثلا یه سوال جواب، اونم چیزی نمی‌گفت. اونم دوباره کار خودم. اونم که موقع جواب نمی‌داد. آره دیگه. هیچی. بعد مگه میشه این چه هیچیه؟ این همه عشق چی دقیقا همه هیچیه. بعد تو هم میگفت آخر خب هیچی. خب هیچی دیگه. خداش هیچی. خداش هیچی نیست دیگه. خب فکر باری که الان خب الان چیکار میکنی؟ قربون صدقه میری، محبت میکنی، توجه میکنی؟ بله توجه میکنم. حرف میزنی، میری میشینی گوش میدی؟ دقیقا. توجه میکنی، نشون میدی دارم دوست داره از همه چی صحبت کنم. بله. راحت میشینم، قشنگم گوش میدم، یه جایی هم سوال میکنی؟ حتی یه جایی هم تو اون لحظه دیدین فقط باید موافقت کنی با همه چی، اگه مخالفت کنی دوباره همونه. هیچ راه دومی نداری. اصلا اونجور موقع ها، اینجور موقع ها اصلا نباید نظر بدی. یعنی همه شاید بگی آقا پس راه درست انتخاب کردم دیگه. درسته بعد پیدا کردم، مسیر رو پیدا کردم. موفق باشی. تبریک میگم. بچه‌ها بیاین لحظه رو با هم تصور کنیم، واکنشش رو همه با هم نشون بدیم. فکر کن همین الان تیم ملی وحید طالبلو توی دروازه است و یک پنالتی بسیار بسیار تعیین کننده تیم حریف، مثلا بگیم با برزیل داریم بازی میکنیم، داره یه شوت میزنه، یه پنالتی میخواد بزنه و وحید طالبلو آماده باشین توپ رو مهار میکنه. وای نفس ممنونم ازت، ممنونم ازت، چه حالی داد نه؟ ولی شاید باورت نشه، حالا خیلی از وقت حالا چیز این اتفاق واسه من، همین انرژی که مردم از خونه میدن واقعا به ما میرسه. اصلا شک نکنید این همه این چقدر این 80 میلیون 70 میلیون. حالا یه چیز جالب بگم، ما اردو بودیم با مشتبه جباری هم اتاق بودیم، بعد تیم فوتسالمون، تیم ملی فوتسالمون با ایتالیا بازی داشت، خیلی هم حساس، اون موقع شمس سرمربیشون بود، خیلی هم بازی حساس بود، تیم ملی عقب بود، فکر کنم با اختلاف یه گل عقب بود. از تمرین با مشتبه اومدیم نشستیم پای تلویزیون با مشتبه صحبت کنیم، گفتیم یه انرژی خوب بدیم که انرژی مثبت بدیم که این تیم نتیجه بگیره. خب بالاخره خیلی مهم بود، بازی خیلی حساسی هم بود.
آقا هی مساوی میشد بازی، هی عقب میفتیم. ثانیه آخر تیم ملی گل برتری زد بردیم. اصلا خیلی حس خوب، یعنی انگار که ما خودمونم تو اون برده سهیم بودیم. آره واقعا من این تجربه رو داشتم بازی من تو استقلال. خب یه جام حذفی از فکر کنم اگر اشتباه نکنم 12 تا پنالتی تو 3 تا بازی پشت سر هم 9 تا پنالتی گرفت. ماشاءالله. و خدا رو سر از مرتبه شد این خدا این توانو به من داد این اتفاقو بیفته، قهرمان جام حذفی شدیم. و انرژی مردم رو حس میکردم. اصلا این که مثلا میگن که بازیکن تیم خودمون مثلا رضا نعتی، ما بازی آخر با برق شیراز داشتیم، این حذفی نبود لیگ بود، پنالتی شد، رضا نعتی پشتش کرده بود به دروازه، رفته بود سمت دروازه حریف، بعد دفاعی گفته نگاه نمیکنه، گفته وحید میگیره. خب این اطمینانه، این انرژی خوبه دیگه. بعد زد من گرفتم، بعد بازیکنات دفاعی گفته بود تو کجا، گفت من میدونستم میگیره. اینا همش انرژی خوبه. دوست دارم که سعی کنیم که کمک کنیم همدیگه با هم بریم بالا، دنبال این نباشیم از بد و بدتر ما با یه بدتر مواجه شیم که ما بده باشیم حالا تو اون کارمون موفق باشیم. بیرون از اینجا حاضری چیکار کنیم؟ عرضم حضور شما که این دوستان لیگشون همونطور که گفتم تازهش میخواد شروع بشه و من قول میدم که بازی افتتاحیشون فکر کنم اگه اشتباه نکنم 28 مهر ماه برم اونجا تو افتتاحیشون شرکت کنم. هدیه یه خندوان لوحی که تو لطف میکنی جای بذاریش که ببینی. بسیار دوست داشتم اونو داشته باشم. صادقانه. هدیه 780 همه برنامه هم تقدیمت میکنم. مرسی. و اگه اجازه بدی میخوام به دوستای قشنگمون هم هدیه بدم. خیلی ممنون. منم همین هدیه رو اصلا اینجا تقدیم خانم هم میکنم که خیلی وای چه قشنگ. جبران اون ندونم کاری هایی که قبلا کردن میگه جبران اون ندونم کاری هایی که قبلا کردن هدیه رو میدم. تقدیم به شما، تقدیم به شما، تقدیم به شما، به شما، به شما. رضا حسینی را تشریف کنید. بریم برای خداحافظی. بیاین اینجا به احترام مردم عزیز ایران بلند شید. ببخشید اگه اجازه بدید من یه نکته کوچیک رو، همین که همیشه شما اینو میگین به احترام مردم خوب ایران بلندشین، من امروز بخوام قبل از اینکه این جمله رو بگیم بگم به احترام برنامه خندوانه و مسئولین و همه پشت صحنه و خود شما، همه به نمایندگی مردم ایران یه دست خوب بدهید. و این ویترینی که اینجا می‌بینید الان تو ظاهر دوستان هستن، واقعا اون پشت من دیدم خیلی همه دارن زحمت می‌کشن. واقعا تشکر می‌کنم، امیدوارم که هر چی از خودم می‌خوام بشه. قربون شما. مرسی. ممنونی. ما هم همه خانواده، کل خانواده خندوانه و خانواده خود استودیوی خندوانه و پروژه خندوانه، چه داخل استودیو چه بیرونش، از شما ممنونیم. مخلصم. کمربندمون اول باز کنیم. 1 2 3 چی؟ بله مردم، امیدوارم که همیشه سالم باشن، سایه پدر مادر بالا سرشون باشه، همیشه هیچ پدر مادری شرمنده فرزندش نکنه و هیچ فرزندی شرمنده پدر مادر نکنه. الهی آمین. مخلصم، خیلی ممنونم که اومدی. خیلی خوشحالم کردی. مردم عزیز ایران، ما شما رو دوست داریم. من قربونتون میرم و آرزو میکنم که در کنار خانوادتون باشین، همیشه کیف کنین، حال کنین، قشقش بخندین، احساس امید و
خوشایند همیشه داشته باشین و راضی باشین. خداحافظتون اینجا. یک دو سه یک دو سه چهار یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو قصه بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بازاریا سر کار زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. پایگاه اطلاع رسانی راسخون.